26 سپتامبر، چهارم مهر ماه، روز جهانی نابودی سلاح‌های هسته‌ای است. بدین مناسبت سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از جهانیان خواسته تا جنبشی جهانی برای تحت فشار قرار دادن همه طرف‌های درگیر ایجاد کنند. این سازمان در بخشی از بیانیه‌ای که در این زمینه صادر کرده است گفت جنگ و بحران سیاسی جاری بین روسیه، اوکراین و کشورهای غربی آشکارا به خطرهای فزاینده استفاده از سلاح‌های هسته‌ای کمک کرده و بدون استثنا با توجه به بزرگی فاجعه‌ای که در صورت استفاده از این سلاح‌ها بر سر کره زمین و جمعیت آن خواهد آمد، هراس و اضطراب را در سراسر جهان برانگیخته است. جهت بررسی بیشتر موضوع مصاحبه‌ای داشتم با مجتبی اخوند، مدیر مسئول سازمان مسلمان آزاد از واشنگتن، و از ایشون پرسیدم ضرورت مطالبه جهانی برای تحت فشار قرار دادن قدرت‌های جهانی جهت عدم استفاده از سلاح‌های هسته‌ای چیست؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون، انشاءالله حالتون خوب باشه و سلامت باشین. خیلی ممنونم که من رو مجدداً دعوت کردیم به برنامه بسیار خوبتون تا در مورد یک موضوع بسیار حساس صحبت بکنیم. سلاح هسته‌ای و بمب اتم و قدرت‌های جهانی که این نیروی بسیار بالا رو در دست خودشون دارن، خیلی وظیفه بزرگی دارن. دنیای ما یک دهکده جهانی است، یک قایقی است در این کهکشان. همین یه دونه رو داریم. اگر به هر علتی مشکلی براش پیش بیاد، بازسازی اون بسیار سخت خواهد بود. ما الان در مراحلی هستیم که بین روسیه و اوکراین میبینیم که همیشه دغدغه فکری دلهوره بین کشورهای مختلف هستش که خدای نکرده یکی از این کشورها بیاد و این سلاح رو استفاده بکنه، و متاسفانه مسئله ای رو که در نظر نمیگیرن این هستش که کل منطقه اروپا رو تحت تاثیر خودش خواهد گذاشت. نمونه هیروشیما رو اگر نگاه بکنید، نمونه هستش که برای سالها بعد از استفاده بمب اتم در هیروشیما از نظر دریایی، از نظر زمینی، گیاهی، جانوران و انسان‌ها مورد تاثیر منفی بمب اتم هیروشیما بودند. حالا در منطقه‌ای که روسیه و اوکراین هستند، سلاح هسته‌ای و بمب اتم اونجا هستش. قابلیت استفاده از این سلاح و بمب اتم هم هستش. آیا کشورها باید اجازه بدن به علت یک جنگ بین دو کشور امکان استفاده از این سلاح باشه؟ ما در سازمان مسلمان آزاده به شدت مخالف این هستیم که کشورها اجازه داشته باشن از این تکنولوژی به استفاده منفی داشته باشن. ببینید، پیشنهاد من این هستش که به جای اینکه با یک بمب اتم بسیار کوچیک نسل کشی بشه، ضربه به زمین بخوره، مقداری از تمدن بشریت از بین بره، سالها بعد باید بازسازی بشه و میلیاردها دلار باید خرج بشه، تریلیاردها دلار باید خرج بشه، باید اینها صرف این بشه که چه شکلی میشه بمب اتم یا این تکنولوژی رو برای مسائل علمی استفاده کرد. برای مثال من یه نمونه رو خدمتتون عرض می‌کنم. یک گاما نایو هست یا گاما نایوز که یک نوع از اشعه و رادیواکتیو به قول معروف سلاح هسته‌ای استفاده می‌کنن که سلول‌های سرطانی رو از بین ببرن. خب چرا در علم استفاده نشه از یک نیرو و یک تکنولوژی که میتونه میلیون ها و صدها میلیون انسان رو که سرطان دارن رو خوب بکنه؟ مسلما استفاده های بهینه و خوب دیگه ای هستش که میشه از سلاح هسته‌ای و این نیروی اتمی داشته باشیم، ولی کشورها رقابت بر این دارن که خودشون رو نشون بدن که ما ابرقدرت دنیا هستیم. ابرقدرت دنیا اون کشوری هستش که کمک بکنه به حفظ دنیا در طولانی مدت، نه در خرابی دنیا در کوتاه مدت.
مگر نه یک دیوار رو ساختنش در نظر بگیرید یا خرابی اون. خرابی اون در چند ثانیه میتونه انجام بشه، ولی ساختن اون نظم میخواد، چیدمان میخواد. به هر حال من اینجا مجددا از تمام کشورهایی که یا سلاح هسته‌ای دارن یا اینکه نیاز به تکنولوژی هسته‌ای و اتمی دارن برای اینکه نیاز علمی خودشون رو برطرف بکنن، ازشون درخواست میکنم که استفاده این نیرو رو به طرف علمی ببرن به جای نظامی. و خیلی ممنونم از وقتتون، متشکرم. ممنونم از مجتبی اخوند، مدیر مسئول مسلمان آزاده.